باشم که به لحظه تبون نمیشه رفت برسش تو تو تا نفس باش اگه رفت جب برسش رفت جب برس میتونم به نفس کش دنگ در شد رفت برسش سلام به همه موزیک بازای خفن، چطوری بچه ها؟ میخواییم یه ریاکشن بریم از آهنگ هنربند سوئل از لیبل فریاس گروه یاسینا، ببینیم که چجوری خونده. سوئل دوتا کار قبلیش رو شنیدیم، انصافاً خفن بود. دوتا کار قبلی که شنیدیم یکی کامینسون بود، یکی هم مادرانه بود که اینجا میذارم اگه ندیدین برین اونا رو هم ببینین، اونا خیلی خفن بودن. امیدوارم که این آهنگ هم خفن باشه. بدون هیچ مکسی میریم که بشنویم چی خونده، چی قراره بشنویم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. 1 2 3 استنباط من اینه، هنربند که میگه یعنی هنری که توی بنده، یعنی توی اسارت، آزاد نیست. حالا اینه، بریم. با این که خوراک چست میدن یقمون نمیتونی جمع کنی جمعمون میده لباساتون تم نون نرخ به روز نرده بون میده لباساتون تم نون نرخ به روز. چه قشنگ گفت. فلوی سوئل من خیلی دوست دارم. ایوله، یعنی ایوله باله برای سلط و شبمون میدو این لب بون معلومه عشیبه را گنون که کل اقیانوب سنشیر آبون حسر به خودم شیفه آن رو خورد شیشه آن را میرم بنویسم کل این شعر آن لایه خوردش شیفه این که خوراک چسبیدن یقمون نمیتونی جمع کنی جمعمون میده لباسات و تم نون نرخ به روز نرده بون ما از سر سلط و شبمون میدو این لب بون معلومه عشیبه را گنون که کل اقیانوب سنشیر آبون یا صبح تا شبمون میدونیم لب بوم. این خب بوم میشه هم پشت بوم میشه معنی داشته باشه، یعنی لبه پرتگاه داریم میدویم، زحمت میکشیم، و از یه طرف هم شاید مثلا بوم نقاشی رو داریم میگه که نمیدونم. بریم جلوتر. خودم شیفه اون رو خورد شیشه ها را میرم بنویسم کل این شعر ها لایه خوردش شیر ها من داکم فروش گیرم حتی باشم که بلسه تمام نمیشه رفت بحثش میگه حتی باشم کت بسته تموم نمیشه رب بحثش، یعنی حتی اگه ما رو بگیری اونجا می نویسیم، باز می سازیم میایم بیرون. بالاخره مثل این همه رپری که دستگیر شدن و اومدن بیرون کارهای خفن تر زدن. منحصر به خودم شیوه هام رو خورده شیشه ها را میرم می نویسم شعر. این قبل تر از اونها زدم یکم عقب چون خیلی فلوش تونده، خیلی جاهاشو ممکنه متوجه نشیم، باید بدیم عقب، یعنی بزنیم عقب. بریم. این شعرا لایه قردش شیرا من داکم فروش گیرم حتی باشم که بلسه تمام نمیشه رفت برسش تو تو داکم نفس باش اگر رفت جب برسش رفت جب برس میتونم به نفس کش دنگ در شد رفت برسش رفت برسش ما تو زده حال و حال اومدیم ما تو زده حالا حال اومدیم ای بد باری یا تو پار اومدی ولی انوار رو برمیداری پارو امین هنوز برمیداریم پارو از مین پارو از مین پا رو از مین پا پامون از روی مین برمیداریم. اینه کلیتش. بازه شهیدم چی با هنری تازه خیلی خوب بود. پامون رو از مین برمیداریم، چون من نمیتونم این جمله رو بگم. پامون رو از رو مین برمیداریم ولی تازه شهید همشیم با هنریم. واه ایول ایول، یعنی ایول دارین شما. سوهل خیلی خفنه به نظر من، جا داره بیشتر شنیده شه. ای خود ای پاپ، خود ای پاپ، رسالت ای پاپ. تموم شد؟ فردان جلو بازی فلو بازی میگن، جلو بازی و ملق بازی میگه فردا جلو قاضی فلو بازی. راست میگن ها، کلن رپ کردن حالا توی ژانر اعتراضی، رپ کردن یعنی یه جورایی دفاع از خود میشه دیگه. قشنگ
یا من برداشتم یا من برداشتم قشنگ بود، یا مفهومی که این داشت خیلی قشنگ بود که میگه جلو بازی فلو بازی، یعنی که ما همین جوریش هم جلوی قاضی میتونیم دفاع کنیم از خودمون با اجرای کارامون. چرا حس میکنم داره تمام میشه؟ هنوز فکرم یه دقیقه هم نگذشته ازش. دل مردمه نه دل تو کمه، با این که ما داریم گله از همه نمی با کردیم دهن و گرم زدن و مشکلات تو بشمور بذار که تشریات از زلزله تا تشکیلات تا غرق شدن کشتی ها کی پتروس شد برانشتی ها ببین تا جوانیم تریلرش شد که خرجه زدن این دلش شد که روح با چار تا اسکلت شد که همش تا اسکلت تا تشکیلات. یه بار دیرش نویم باحال بود، کلن فلوش عوض شد، جلو قاضی داره میکنه فلو بازی. آو اگه اون چیزی که تو ذهن منه اتفاق داره میفته که ایول، یعنی خیلی ایول. میگه جلو بازی فلو بازی، فلوش عوض شد توی این ورس دوم، ورس دوم فکر میکنم، و این که داره از خودش دفاع میکنه. یه بار دیگه بشنویم با دقت بیشتر. ما دل مردمه نه دل تو کمه، با این که ما داریم گله از همه نمی با کردیم دهن و گرم زدن و مشکلات تو بشمور بذار که تشریات از زلزله تا تشکیلات تا غرق شدن کشتی ها کی پتروس شد برانشتی ها ببین تا جوانیم تریلرش شد که خرجه زدن این دلش شد که روح با چار تا اسکلت شد که همش به گروه به اسکله میخورد. تو آقا در رای ها که جور خوبه ما زمین خاکی زدیم پاروهه آقا یه داروغه من همون دارکوبم برا چارچوبه ما که وزد بهار پاییزم بدیم برا مجال رای زنینی اونقدر اختهی شدن زیر ذره بین که مثل شاب زنگ تو راه زمینی ما که ممنون شدیم تو چند قدمی تو تو پشت پرده های سلطنتی تو تو این شهر درندش به ما رسید تا کم محلی تو جناب قاضی من آرزمان رو باد داده که رفت میدونم مهمونه آب خونکتم آرزوام رو باد بادکه رفت. چه قشنگ بعدش رو درست کرد که میدونم مهمون آب خونکتم. آها تو فکرن درونی کیا سره بزنن جوانش کیا از جوانش زد چه؟ از جوانی دقیقا همون چیزی شد که پیشبینی کردم، یعنی تو دادگاه داره از خودش دفاع میکنه با فلو بازیش به قول خودش. کیو فهمیدم من فقط دویدم باز جمع و تفریقم نمیخوایم به خرج تعمیرم من رو قریزم ازدواج کنم و بچه دارشم این خیال بچه مشترک و پول نقدیم عشق مال تو فیلم هست اونا تو فقط لب میدن خب دارم به من یکو میدن شما خوب نگاه کنی از تو میان اونا که میگه غیر مردمیم نه جوونامو توی کمپو میگم مرگ ارتگردونی ستارو نمیشه له کنی نیستی محل این که بگه مشکل میخوریم گرد کنیم درسته مسیرمو خط کشینی ولی هر کی ساز بلده ارتشینی جناب قاضی ما هر چیز هر کی ساز بلده ارتشی نیست. یعنی چی ساز بلده؟ من درست فهمیدم؟ برای نمیشه له کنی نیستی محل این که بگه مشکل میخوریم گرد کنیم درسته مسیرمو خط کشینی ولی هر کی ساز بلده هر کشینی جناب قاضی ما سر سفره قد کشیدیم تازه مشکلات جزئی رو میگم اشاره میکنم توضیح نمیدم من کلی پول دوری هامه ولی برای فروش کلیه میرم چه یه بار دیگه بشنویم انصافا قشنگ بود قد کشیدیم تازه مشکلات جزئی رو میگم اشاره میکنم توضیح نمیدم من کلی میگه من تازه مشکلات یعنی توی رپ مشکلات جزئی رو میگم خیلی از چیزای اصلی رو جرئت نمیکنیم بگیم بعد تازه اونم چی جرئت نمیکنیم نه واژه مناسبی نیست مشکلات اصلی رو مثلا نمیگیم تازه اونم توضیح نمیدیم اشاره میکنیم ایول دوری هامه ولی برای فروش کلیه میرم کلی پول توری هامه فروش کلیه قشنگ انصافا
چی میگن دنیای چیشو دوست دارم، چجوری بگم، دنیای ادبیشو دوست دارم. این میشه این کلمه تو ذهنم اومد، اما شاید بهتر باشه بگیم طرز تفکر و خلق آثار سوئل من دوست دارم. یعنی علاوه بر این که خیلی تکنیکی و تکنیکی میخونه و فلوی خوبی داره، از لحاظ نوشتاری و خلق محتوا هم واقعا ارزشمنده. یعنی چرت و پرت نمی‌نویسه بخونه. ببین تو کجاست میدونه دیدت بنای کی از پای ریده، ما تو این خاکیم نیومدیم اگه سیاره دیگه، دست بردار سر کچلم که آدرس خدا رو من بلدم، این بچه تو سختی روش کرد و نگو مشکل منم، من غرورم و وقتی کشتم که شدم و چاکتا بچه خوشگل طرف که براشون ملاک پرشه میلا، ولی این بچه هر روز کشته میداد بریده دیگه دوش نمیادم برن رو بیل برد ربمون پشت دیوار. راست میگه، همه برن رو بیلبورد رپ بمونه پشت دیوار. یاد آهنگ سفارشی یاس افتادم، یادش بخیر، یک سال پیش دقیقا نقدش کردیم، با نقدش هم کلی سر صدا شد، یعنی به چشم اومد نقدش، خدا رو شکر دیده شد و به نظرم همچنان جزو شاید بگم 3-4 تا نقدیه که افتخار میکنم همچین نقدی کردم. خیلی خفن بود، یعنی آهنگ خفن بود که به هم این اجازه رو داد که هی واکاویش کنم. خوش نمیاد چرا داریم پرد دشمنی، ارشاد که نداره کم مشتری، ما خیلی وقت چشم بستی، ارشاد که نداره کم مشتری، ایول تو ما فقط بگو تا چم بشمونیم بلی توب پاره کنی واسه توب بدیگه، چرا پاس بالا سرم یکی چوب بگیره وقتی آبت با من توی جوب نمیره، یعنی راه من سوار نفشه نمیشه پره من سوار، فقط میخوام بدی سوالم و جواب ده نخم داری شرم چون علم فرض میشه ریشه، نه من کل زندگی به هنر بنده تشبه میگی پسر نو ها؟ من کل زندگیم به هنر بنده، ایول اینم مفهوم جالبی بود، یعنی ایهام قشنگی درست کرده بود، هنربند، هنری که تو بنده، کسی که زندگیش به هنر بنده، هنر بنده باحال بود. این داستان یه هنرمنده، حرفی نرم، تموم. یه شرمندم آخرش میگفت باحال میشد. نه من واقعا الان که این سومین کاری بود که من از سوهل شنیدم فکر میکنم و تموم شد آهنگ، سومین کاری بود که من از سوهل شنیدم و به نظرم آینده فوق‌العاده روشنی داره، فوق‌العاده روشن، یعنی هم محتوا هم اجرا بدون نقصه، یعنی هرچی حداقل توی بار اول شنیدم بدون نقصه، من هر سه تا آهنگاشو شنیدم کیف کردم، به معنای واقعی حس کردم، واقعا قشنگ بود. دمش گرم، مرسی که تا آخر دیدین، اگه تا آخر دیدین، و تشکر میکنم ازتون. چه آهنگایی رو ریاکشن بدیم؟ اگر از سوهل میشناسید که سوهل بگید، من خیلی باش حال میکنم، به نظرم ارزش شنیدن داره و مهمه که چی میشنویم، شعار ما اینه دیگه، مهمه که چی میشنویم، برای گوشمون ارزش قائل باشیم، هر چرت و پرتی رو به عنوان موزیک قبول نکنیم، حالا اعتراضی باشه، عاشقانه باشه، هر چی باشه، تو هر ژانری که باشه میتونه کیفیتش بالا باشه، این مهمه. دمتون گرم که تا آخر دیدین. نیم که گفتم یه بار دیگه میدونم، یاد یکی از آهنگای تیک تاک افتادم که میگفت 100 دفعه اینجا رد شدیم، یادمه آهنگ بگم این خونه آمون بود. دمتون گرم، لایک کامنت سابسکرایب بنویسین که چه آهنگی رو ریاکشن کنیم. خیلی چکریم.